سلام، من ماهانم و با آشپزخونه کوکمک خیلی خوش برگشتید. امروز میخوام شیره انگور سالم و مقوی براتون درست کنم با ریز نکاتش که داخل آپارتمانتون هم بتونید درستش بکنید و دیگه پول شیره انگور ندین. با من همراه باشید. خب من دارم این انگورا رو تو حیاط میشورم که یه خورده فضامون با صفاتر باشه. به به، چه انگوریه. این شیره بشه عالی میشه. خب انگورامو شستم، بریم که دونش کنیم. یه نکته درباره انگوری که میخواید شیره درست کنید بهتون بگم. انگورتون حتما باید شیرین و بدون هسته باشه. تو انگورایی هم که الان تو بازار هست که میشه ازش استفاده کرد، انگور سفید و انگور عسکری بهترین هاشه برای شیره انگور. بعد خیلی هم لازم نیست که شما این دنبای انگورتون رو بگیرید، چون این میره تو چرخ و اصلا میمونه توی پارچه آبگیریتون. احتیاج نیست، هم تون تون فقط جداش کنید. حالا انگورامونو میریزیم داخل غذاساز تا میکسش کنیم. تا من این کار رو انجام میدم، اون دسته عزیزانی که هنوز عضو کانال ما نشدن لطف کنن کانال ما رو سابسکرایب کنن، اون زنگوله کوچیک بغلم بزنن تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشن. همینقدر کافی براش. انگورامون رو میکس کردیم. این صورت ما میریم که آب انگورا رو بگیریم. از هر پارچه تمیزی که برای آبگیری دم دستتون هست میتونید استفاده کنید. زیاد سختگیری نکنید توی این قضیه. تو خونه میرین اگه پارچه‌ای دارید که به درد آبگیری میخوره ازش استفاده کنید. ما هم همین کار رو کردیم، از پارچه تنظیف داریم استفاده میکنیم. به این صورت دورورش رو جمع کنید، بیارید بالا و آبش رو بگیرید. من یه صافی هم زیر گذاشتم که احیانا اگر یک مقدار توفاله چیزی از داخل پارچه در اومد وارد قابلمه‌ام نشه. رسیدیم به مرحله‌ای که میخوام فوت کوزه‌گری شیره رو بهتون یاد بدم. ما اینجا یه خاکی داریم به اسم خاک سفید یا خاک مخصوص شیره که مال شهر ملایر هست، که اینو ما باید پودرش کنیم و داخل شیره بریزیم. ما به خاطر اینکه یک مقدار درشت هست داخلش ظرف میذاریم، با گوشکوب شروع میکنیم اینها رو سابیدن تا جایی که میتونیم پودرش کنیم. از فواید این خاک یکی اینی که باعث میشه که شیرتون براق بشه، اسیدیتر شیره انگورتون رو میگیره، باعث میشه که ناخالصی ها تهنشین بشه و شیرتون کاملا شفاف بشه. خاکمون رو که سابیدیم از الک رد میکنیم. بعد که علکش کردیم دوباره ما بقیش رو هم علک میکنیم تا جایی که بتونیم از خاکش استفاده کنیم و بقیهش هم که سنگ رو میریزیم تو رو. بعد خاکمون به این شکل در بیاد. خب میرم که خاک رو بریزم داخل آب انگور. ببین یه نکته ای هست دوستان، ببین ما الان 12 کیلو انگور استفاده کردیم. برای هر 4 کیلو انگور یه قاشق غذاخوری سرخالی خاک میخوایم. خب ما میذاریم که آب انگورمون به جوش بیاد. زمانی که به جوش اومد زیرش رو خاموش میکنیم. به این صورت روی آب انگورمون که کف کرد زیر گاز رو خاموش میکنیم و با یه ملاقه شروع میکنیم اینا رو جمع کردن.
کفشو کامل هرچی که روش هست رو جمع میکنم. حالا که کف روش رو جمع کردم، دربش رو میذارم، 12 ساعت بهش زمان میدم تا خاکی که ریختیم توش تهنشین بشه. خب عزیزان، حالا که 12 ساعت گذشت و خاکش تهنشین شد، حالا ما با ملاقه این آب انگور رو جابجا میکنیم تا خاکی که کف رفته قاطی آب انگورمون نشه. یه نکته ای رو یادم رفت بگم که میدونم سوال خیلی از شما دوستان عزیزم هست که این خاک رو از کجا تهیه کنیم. عطاری ها دارن، بگید ما خاک مخصوص شیره یا خاک سفید میخوایم. حالا آب انگور رو برمیگردونم مجددا داخل قابلمه و با دمای ملایم برای 6 الی 7 ساعت میذارم تا کاملا غلیظ بشه. یه نکته مهم بهتون بگم دوستان عزیزم که این نباید شعله زیر گازو زیاد بکنید. این باید به مرور خودش آبش تبخیر بشه و آب انگور بپزه. خب این که آب انگورمون داره کم کم به غلظت میرسه و آبش داره خشک میشه، شیره انگورمون دیگه داره کم کم به غلظت لازمش میرسه. هر موقع دیدید اینجوری قشنگ روش داره کف‌های سفید به این صورت وقتی هم میزنید، یعنی همچین کف‌های سفیدی میبینید، یعنی که شیره انگورتون دیگه کاملا داره میپزه و به غلظت میرسه. دیگه زیرشو خاموش میکنم که خوره خنک شه، که مقدار وقتی چون خنک میشه غلظتش بیشتر میشه. به به، اینم از شیره انگور بسیار غلیظ و فوق‌العاده‌مون. غلظت و این عسل کش میاد. بعد از سرد شدن شیرتون داخل ظرف شیشه یا سفالی خشک و تمیز بریزید. به هیچ عنوان جلوی نور خورشید، جایی که نور خورشید بهش میخوره قرار ندید، جای خنک نگهداری کنید، دور از نور باشه. بهترین جاش براش یخچال هست و درش رو میبندیم. دوستان و همراهان عزیزم، مرسی که تا این لحظه با ما بودید. این شیره انگور خوشمزه رو درست کنید، حتما نظرات قشنگتون رو برای ما بنویسید. خیلی دوستتون داریم. خدا نگهدار.